میکنه. نگاه میکردم به فعالیت های خانم موگرینی در رابطه با تقویت نظام جمهوری اسلامی. جالبه این خانم موگرینی یکی از چهرهای چپ رادیکال ایتالیا، عضو شاخه جوانان حزب کمونیست ایتالیا، بعدها عضو گروه دموکرات های چپ افراطی در اون کشور. به نظر میرسید وقتی به قدرت برسه و جایگاه سیاسی اجرایی پیدا بکنه، خب آرمان های همیشگی خودشو به اجرا بگذاره، سعی کنه در بهبود جهان تلاش بکنه. نتیجه درست برعکس از آب در آمد. شبیه بسیاری دیگه، مثل یوشکا فیشر وزیر خارجه پیشین آلمان هم میانانم. وزیر خارجه پیشین آلمان که خودش از اعضای گروه های ترور بود، گروه های تخریب در آلمان، طرفدار جنگ طبقاتی بود، طرفدار عملیات چریکی علیه نظام های سرمایداری در اروپا. یکی از مدرسه نرفت، مدرسه نیمه تمام بودش، هرگز به دانشگاه نرفت و شد بعدها وزیر خارجه آلمان، ولی یکی از خدمتگزاران استبداد و جباریت در خاورمیانه، آقای یوشکا فیشر، یک آرمانگرای اروپایی، سوسیالیست به معنای واقعی کلمه، که عمری رو در این راه فعالیت کرد، تلاش کرد، به زندان افتاد، فعالیت‌های محرمانه و مخفیانه داشت. چون جایی که من میدونم با گروه بادرماینهوف هم احتمالاً ارتباط داشته. گروه بادرماینهوف رو خواهش کنم آقای عکساشونو بذارید ببینید اینا چه جنجال‌ها کردن در پاییز دهه 70، کشت و کشتارها کردن، دستی که 27-28 نفر اونها در جریان درگیری با پلیس کشته شدند. شماری از اونها در زندان خودکشی کردند. در اردوگاه های خاورمیانه دوره می دیدن. دوره های آموزش چریکی می خواستن نظام سرمایداری رو واژگون بکنن. آقای یوشکا فیشر مدت ها در اوپل کار می کرد. عنوان کارگر، کارگر کارخانه اوپل. بلکه بتونه کارگران رو تجهیز بکنه، جنگ طبقاتی در اروپا به راه بندازه. ببینید بعدها همین آدم، البته یه مدتی هم در ایگ میتال بود، یعنی صنایع تولید فولاد در آلمان، اونجا هم تلاششون این بود که بتونن نیروهای کارگر رو وسیج کنن، مثل که تروسیسکایی که از آمریکا به ایران آمدن بعد از انقلاب یا شبهای انقلاب، آقای بابک زهرایی، یکی از اولین دستوراتی که آقای بابک زهرایی داد به اعضای گروه این بود که برید در روستاها و در مناطق کشاورزی کار بکنید، با روستاییان انیس بشین، اونا رو تجهیز بکنید، ما جنگ دهخانی به راه بندازیم. خب آدم تصورش اینه که، یا خیال خامش اینه، یا وقتی به قدرت میرسن آقای مسکی یوشکا فیشر، فکر کنم 5 بار ازدواج کرده آقای فیشر، 5 بار ازدواج کرده. این دست کم حالا که دستشون به عرب و عجمی بنده، در بهبود مناسبات انسان تلاش کنن. حالا که در رأس یک قدرت قرار گرفتن، قدرت صنعتی بزرگی مثل آلمان، وزیر خارجه آلمان شده، گرهارد شوریدر رو نگاه کنید، صدر اعظم مملکت، سوسیالیست، بلافاصله وقتی از پست صدارت کنار رفت، یعنی دورش تمام شد، شد حقوق بگیر آقای پوتین، باور کردنیه. صدر اعظم یک مملکت، کارمند گازپروم شد، حقوق بگیر گازپروم. آخرین ازدواج هم همین چند روز پیش بود، چند هفته پیش، این هم بود آخرین همسرشون. ایشون هم فکر کنم 5 بار ازدواج کرده، آقای گرهارد شرودر، صدر اعظم یکی از نیرومندترین کشورهای صنعتی جهان یعنی آلمان، قدرت برتر. تمام تلاش این گروهی که بعدها به قدرت رسیدن، حفظ قدرت های جبار و استبدادی در دنیا بود، از جمله در خاورمیانه، از جمله در، نگاه کنید به سوسیالیست های سوئد، خانم ها رو نگاه کنید، چپ های سوئد، اینا وارثان یکی از جنج های تفکر در جامعه بشری هستند. نگاه کنید، رفته به تهران، رفتن به ایران، قیافش رو نگاه کنیم. اصلا باور کردنی نیست.
اغلب جنایت های تروریستی که در فرانسه رخ داد در زمان سوسیالیست ها بود. شاپور بختیار رو در اون زمان کشتن، سروش بدیر رو در اون زمان کشتن، برومند رو در راستا سرکار نبودن، میانه هم سرکار، سوسیالیست ها چپ ها سرکار بودن و بعدا جنایتکاران با هواپیماهای با چی؟ با فرست کلاس به ایران برگشتن. در اتریش هم به همین ترتیب سوسیالیست ها سرکار بودن و این سوسیالیست هایی که چنین سیاستی اعمال کردن باعث شدن که راست از زمین سر بر بیاره، بدتر از اونها. یعنی راست افراطی امروز اروپا رو داره بیچاره و ذله میکنه و معلوم نیست که اگر قرار باشه راست به همین ترتیب رشد پیدا بکنه ما به کجا میرسیم. این متاسفانه همیانانم. امروز هم خانم مگرینی در اتحادیه اروپا تمام تلاشش اینه که یک نظام مذهبی رو سر کار بیاره. کسی که میخواست تمام نظام های سرمایه‌داری رو در دنیا براندازی بکنه و عضو شاخه جوانان حزب کمونیست ایتالیا بود، امروز هوادار سینه چاک نظام مذهبی ایران شده. همین سیاست رو فیدل کاسترو داشت. متاسفانه فیدل کاسترو هم بیشترین حمایت رو از نیروهای استبدادی دنیا کرده، چه در ونزوئلا، چه در تهران، چه در کاراکاس، چه در تهران و چه در کشورهای آفریقایی. آقای دایی عزیز امروز با ما هستن. حسن دایی پژوهشگر سرشناس سیاسی همینان. چندین پرسش با آقای دایی دارم. یکی در مورد گروه نایاک. ببین گروه نایاک چه وضعیتی پیدا کرده. فکر میکنم کسی به اندازه دایی با گروه نایاک آشنا باشه، چون سالیان دراز در دادگاه ها این دو رو در روی هم بودن و آقای دایی سعی کرده که اثبات بکنه این گروه برای جمهوری اسلامی لابی میکنه و ارتباطاتی داره و این در دادگاه اثبات شد. برای یکی این، یکی هم گروه اقدام برای ایرانه، یکی تلاش های اروپا برای شکستن محاصره اقتصادی ایران توسط ایالات متحده آمریکاست. ببینیم که بالاخره اروپا موفق میشه چنین کاری بکنه یا قول و قرارهایی که دولت‌های اروپایی میگذارند فقط حرفه، چون در عمل این سرمایه گذار اروپایی است که باید در نهایت فکر کنه میتونه در ایران فعال باشه یا نه. و گسترش تحریم ها در آینده خیلی 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 نزدیک، یعنی محاصره اقتصادی نفت، گاز، امور بانکی و همینطور کشتیرانی و بیمه. آقای دایی عزیز درود بر شما. سلام دارم خدمتتون و سلام به همه بینندگان عزیز. امیدوارم حال شما خوب باشه. به لطفتون ممنون. تشکر. خب آقای دایی عزیز، قبل از هر چیز بریم به سراغ یکی از موضوعاتی که به نظرم شما در این زمینه کارشناسید، نایاک. نایاک الان چه وضعی داره بعد از رفتن تریتا پارسی؟ رفتن تریتا پارسی به چه جهت بود؟ چرا نایاکگاهان ضعیف شده؟ دیگه از اعضای خیلی مؤثر و سرشناسش ما خبری نمیشنویم. بفرمایید. بله، عرض کنم که حالا که صحبت از دلالان جمهوری اسلامی شد، اجازه بدید یه خبری که همین الان دادستانی نیویورک، یعنی وزارت دادگستری بخش نیویورک منتشر کرده رو خدمتتون بگم که جالبه و یک به اصطلاح اطلاع رسانی هم هست در مورد پولای مردم ایران که نگران هستن. یه بخشیشو اینجا ببینیم. آقای رضا زراب، دلال معروف جمهوری اسلامی که در ترکیه بود و در همکاری با بابک زنجانی و سپاه پاسداران و بقیه نهادهای جمهوری اسلامی بیش از 20 میلیارد پولای جمهوری اسلامی رو پولشویی کرد در زمان تحریما و صدها میلیون هم خودش به جیب زد و دوستانش، میدونی که خب دستگیر شده، الان در زندان منهتن نیویورکه، در یکی از مخوفترین زندان هاست. زندانی ها خیلی سرشناسی هم اونجا هستن، مثلا ال چاپو رئیس یکی از مخوفترین کارتل های مواد مخدر در مکزیک که گرفتنش در اونجاست. این آقای ذر را مثلا داره همکاری هم میکنه و قرار تمام شبکه های مالی جمهوری اسلامی هم لو بده، یعنی به عنوان همکار دادستانی محکوم شد و داره به اصطلاح همکاری میکنه. الان سندی که امروز منتشر کرده و در دادگستری، یکی از نگهبانان همون زندان مخوف 45,000 دلار رشوه گرفته بوده به مرور از این رضا زراب که براش مشروب ببره تو سلولش، براش تلفن دستی ببره و این روند فاسد کردن این
به اصطلاح نگهبان رو آرام آرام چطور پیش برده بوده و این رو اسیر خودش کرده بوده با پولای کیم داده، یعنی همون سیستم فساد جمهوری اسلامی رو به اینجا موقع منتقل کرده. لااقل نه هیچی صادر نکرده باشن فساد رو صادر میکنن. و مثلا در یک مورد این از جمهوری دومینیکن بوده، این آقا اصلیتش برای خانواده این آقا 15,000 دلار میفرستد و جالب اینه که به وکیلش در نیویورک میگفته، حالا از اون وکیلای خیلی معروفه، ببینید چقدر اون حق حساب میگرفته، به وکیلش میگفته، وکیلش به طرفهای رضا زراب در ترکیه اطلاع میداده، اونا پول حواله میکردن. یعنی هنوز بخشی پولا هست. و بحثی که من سال گذشته کردم، گفتم ای کاش این گروه های ایرانی در خارج از کشور می اومدن خودشون رو طرف حساب میکردن تو این گونه دعواهای حقوقی، که آقا بالاخره ما هم ایرانی هستیم، ما هم یه پای قضیه این، بالاخره پولای مردم ایران بوده دیگه، ما پولی هم نمیخوام. ولی اگه میتونستن با کمک وکیل میرفتن خودشون رو صاحب پرونده میکردن، میتونستن به تمام اینها و به شبکه‌های جمهوری اسلامی دسترسی پیدا کنن. حالا دیر شده و نیست متأسفانه، ولی خواستم اینو به اطلاعتون برسونم که ببینید این حضرت آقا تو زندان هم که هست نمیتونه جلوی مشروب خوردن و عیاشی خودش رو بگیره. جالبه. 45,000 دلار فرمودید؟ 45,000 دلار فعلا به این آقا داده، این آقا اعتراف کرده. خب زندگی این که نابود میشه، چون اخراجش خواهند کرد، جرم بسیار سنگینی هم داره، احتمالا اون نگهبان به زندان خواهد رفت، حالا دیگه تقصیر خودشه دیگه. ولی فعلا این هست، ببین حالا چه کاری دیگه کرده. 10 میلیون دلار احتمالاً خرج وکیل کرده تا حالا، چون بهترین تیم وکیل رو در نیویورک استخدام کرده. واقعا سرسام‌آوره، یعنی وکیل در آمریکا، من خودم تو سر جریان 5 سالی که بود، وکلای من صورت حسابی که دادن در پایان فقط برای ساعت کاریشون نزدیک 3,300,000 دلار مخارجش، که البته پول ساعت کاری نگرفتن، مخارج دیگر رو، مخارج جانبی رو ماها پولش دادیم که اونم یه چیزی نزدیک 500,000 دلار شد. یعنی آقا من شنیدم در یه دوره 5 تا از بهترین وکلای نیویورک رو، از اون تاپ تاپ رو آورده بود و براش کار میکردن. من تردید ندارم تا الان 10 میلیون دلار خرج کرده. حالا این پولا کجاست، از کجا حیمیت برای این حواله میشه، من نمیدونم. آده اگه به خاطرتون باشه، وکیل آقای زراب از دادگاه خواست که در قبال 50 میلیون دلار وثیقه ایشون تا زمان محاکمه آزاد باشه و قاضی قبول نکرد. 50 میلیون دلار، یعنی نفر چقدر باید داشته باشه که میتونه 50 میلیون دلار نقد وثیقه بده؟ خیلی جالبه. پس معلوم میشه بخشی از این پولم در آمریکاست آقای دایی، نیست؟ نه، اینایی که لااقل اگه در آمریکا بود که همه رو ضبط کرده بودن، چون ایشون اصلا آمریکا زندگی نمیکرد. این اومد با همسرش و فرزندشون اومدن در فلوریدا پارسال نه دو سال پیش دستگیر شدن توسط FBI. به نظر میاد که طبق قرار قبلی بوده که فکر کنم از دست مقامات ترکیه و جمهوری اسلامی فرار کردن. مثلا پول اینجا نداره، اگه بود گرفته بودن. و ولی معلومه یه شبکه‌های پولی هنوز هست. این پولای میزان زیاد میلیون میلیون از کجا میاد، من نمیدونم واقعا. چاره، مدرسه‌ام نرفته، درسم نخونده آقای زراب، مثل بقیه‌شون فرقی نمی‌کنه، از بیشترین آقازاده ها در ایران. آقای دایی، میدونید در زمانی که زراب مورد اتهام قرار گرفت و جنجال شد، بخشی از اموال و املاکش رو مثلا کنار دریای مرمر، یک خیلی در استانبول، یک خانه، یک کاخ فوق‌العاده زیبا و گران قیمت داشت کنار آب و بعد کشتی تفریحی، اینا رو همه رو به اسم ابرو خانم کرد، یعنی همسرش، اونجایی که من میدونم به توصیه دولت ترکیه. و ظاهرا اونا دیگه الان در حساب همسر، همسرم که به ترکیه برگشته با دخترش، چون هر سه به هم آمده بودن به آمریکا در فلوریدا که آقای زراب رو دستگیر کنم. آیا بیریم بر سر گروه دیگر نایاک و بعد این دستگیری های اخیر، این دوتنی که دستگیر شدن، آقای دوستدار و آقای قربانی، در رابطه با جاسوسی، و یک دستگیری دیگر هم داشتیم در سیاتل که یک تبعه ایرانی در که از کانادا آمده بود در سیاتل برای اینکه تحریما رو دور بزنه، تکنولوژی به ایران بفرسته.
میخوام ببینم که اینا همه در رابطه با اقدامات تازه دولت ترامپ و این گروه اقدام برای ایران در وزارت خارجه. بفهم عرض کنم که واقعش اینه که آدم به اخبار نگاه میکنه و صحبتهایی که میکنه میبینیم فعالیتهای جمهوری اسلامی، حالا نخواستیم به نفع مردم ایران باشه، ما که انتظار خیلی از این حکومت نداریم که، ولی واقعا ببینید فساد و دلالی و تروریسم و نمیدونم جاسوسی و الان گوگل و فیسبوک و توییتر و یوتیوب کلی حسابهای کاربری مربوط به جمهوری اسلامی رو که اخبار دروغ میدادن و جالبه در رابطه با صحبتی که اولش کردید شما در رابطه با چپهای اروپا، از جرمی کوربین و این چپهای اروپا حمایت میکردن و اخبار دروغ پخش میکردن، اینا رو بسته، یعنی اشاعه اخبار دروغ، این یکی از اخبار در صدریه که مربوط به جمهوری اسلامیه. دوم همین دستگیری این دو جاسوسه، قبل از اون طراحی حمله تروریستی در فرانسه بود که یک دیپلمات جمهوری اسلامی هم که مقیم اتریش بود و دستگیر کرد، آلمان اینا دستگیر کردن و تحویل دادن. یعنی هیچ کار درست حسابی نمیکنه، پولشویی و دزدی اینا هم اضافه بکنید میبینید از توش چی در میاد. حالا برگردیم اول نایاک. از کام نایاک خیلی ضعیف‌تر از سابق شده به دو دلیل. یکی خب بالاخره متحد خوبی داشتن در کاخ سفید که دیگه نیست، بالاخره اون در اون زمان دولت آمریکا، دولت آقای اوباما از همه راه‌های ممکن برای دوستی با جمهوری اسلامی و نزدیکی با جمهوری اسلامی استفاده می‌کرد. یکی از اون راه‌ها هم استفاده از همین دلالان جمهوری اسلامی مثل نایاک بود. خب طبیعتاً اون دوران تموم شده، الان دولت جدید دنبال پیگیری راه‌ها برای فشار به جمهوری اسلامی، نه ابراز دوستی. بنابراین متحد خودش و متحد سیاسی خودش در بالاترین سطح دولت آمریکا از دست داده نایاک، این برایش خب یه شکسته، نفوذش کم شده. دومیش اینه که بالاخره در داخل ایران هم تحولی که شده به خصوص از دیماه به این طرف، اون چیزی که برجسته است تضاد و به اصطلاح شکاف بین مردم ایران با حکومت، با کل حکومت. ولی گفتمان نایاک و دوستانشون در آمریکا و اروپا چی بوده؟ که نه، مشکل مردم آمریکاست، مشکل مردم اسرائیل، عربستان، سعی می‌کردن این رو برجسته بکنن که بتونن امتیاز بگیرن برای جمهوری اسلامی. حرفشون این بود که اگه به جمهوری اسلامی امتیاز بدید، میانه روها، معتدلین که من نمیدونم کیا هستن، اینها قرار تقویت بشن و به نفع مردم و به نفع حتی نقض حقوق بشر هم از بین خواهد رفت، به نفع حقوق بشره. خب هیچ کدوم اینا نشده، مردمم که در خیابونا، جمهوری اسلامی هم که مردم رو میگیره و میکشه، اینو تمام دنیا داره میبینه. بنابراین گفتمان اصلی نایاک هم بی‌اعتبار شده در آمریکا. بالاخره روی چیزی هر حکومت، هر جریانی، حتی هر حکومتی روی گفتمانی سواره. خب این گفتمانش تضعیف شده، به این دو دلیل در آمریکا تضعیف شده. من خبر دارم که بودجهشون هم کمتر شده و حتی به عنوان مثال اینا هر سال کنفرانس سالانه‌ای دارن که آخر سپتامبر و اوایل اکتبر میگذارن در واشنگتن. خب سخنرانان خیلی معروف رو میارن، بعد آدمایی که شرکت میکنن رو میبرن در کنگره مثلا لابیگری یادشون میدن. الان مال امسالشون که حدود یک ماه و نیم دیگه است، حتی کمتر از یک ماه و نیم دیگه است، یک ماه و 7-8 روز دیگه است، در آخر سپتامبر، این اصلا عذر میخوام سخنرانان معروف که درش نیست، چی اون بخش کنگره رو حذف کردن، خیلی پایین تره. به نظر میاد یه بخشش به این که هم نفوذ خودشون رو دست دادن، هم بودجه کم شده. این در مورد نایاک. اگر سوالی نیست بریم سر اون بخش دوم مرتبطین با جمهوری اسلامی، یعنی جاسوسا. خب نه، بعد ببینیم. به من بفرمایید اونایی که به نایاک نزدیک بودن یا عضو نایاک بودن یا نایاک اونها رو سفارش کرده بود به وزارت خارجه رفته بودن، در اونجا کار میکردن، در کاخ سفید بودن، اونا چه سرنوشتی جامعه پیدا کردن؟ خب این حرکتی که در کاخ در وزارت خارجه کرد آقای پومپئو و آقای برایان هوک رو انتخاب کرد، یه بخشش خب برای یک دست کردن سیاست های وزارت خارجه است. در وزارت خارجه خب کلن به طور سنتی کسانی که بودن طرفدار خط دوستی با جمهوری اسلامی، مثلا کار وزارت خارجه است. بخشی هم از افراد نایاک درش بودن. خب معروف ترینشون هم خانم سحر نوروزاده بود که از طرف وزارت خارجه در زمان آقای اوباما به کاخ سفید رفت، در شورای امنیت ملی مدیر
بخش ایران هم شد. بعد از انتخاب آقای دونالد ترامپ، خانم نوروزاده خیلی مورد بحث قرار گرفت، روابطش با نایار، تا اینکه 7-8 ماه پیش فکر کنم اشتباه نکنم تاریخ رو، ایشون رو بالاخره از وزارت خارجه و میز ایران این بخش کنار گذاشتن، بیرونش نکردن. ایشون به عنوان مرخصی، مثلا مرخصی کاری یا به عنوان اینکه رفته تحصیلاتشو تکمیل کنه، فعلا ایشون تا آخرین اطلاعی که من دارم در هاروارده. این معروف ترینشون بود. کسان دیگه هم بودن که کنار گذاشته شدن، لااقل از میز ایران بخششون کنار رفته، از اون بخش نیستن دیگه. خب این خب تاثیر مهمی داره. در کاخ سفید هم که خب بالاخره دیگه عوض شده، اینا رو اگه از دور ببینن دستگیر میکنن به جای که راه بدن به کاخ سفید، این خبرها نیست. این تحول خیلی مهمی بوده که شده، ولی خب متاسفانه این شکافی که هست در جامعه آمریکا و اختلافاتی که با آقای ترامپ هست، هنوز به اینا فرصت میده که از این شکاف استفاده کنن، تحت نام مخالفت با ترامپ بیان یه مقدار از جمهوری اسلامی دفاع کنن و جمهوری اسلامی رو قربانی جلوه بدن. هنوز کماکان هم، ولی بسیار ضعیف‌تر از گذشته است. آقای دایی، ظرف چند ماه اخیر چندین تن در اروپا و ایالات متحده آمریکا دستگیر شدن به اتهام جاسوسی، به اتهام دور زدن تحریم‌ها و از این قبیل. این در امتداد سیاست تازه آمریکاست یا اینکه نه کار روتینی است که به هر حال دستگاه و نهادهای امنیتی اطلاعاتی انجام میدن؟ بفرمایید. عرض کنم که میتونه دو دلیل داشته باشه. یکیش اینه که جمهوری اسلامی همیشه هر وقت ضعیف بوده در داخل، در مقابل مردم، در مقابل کشورهای خارجی، سعی میکرده با انجام عملیات تروریستی قدرت نمایی کنه. این یعنی هم برای نیروهای خودی قدرت نمایی کنه، هم دل مردم رو خالی بکنه، بترسونه مردم رو، و هم طرفهای خارجی رو بترسونه. این بوده، یه بخشش میتونه این باشه که افزایش فعالیت‌های جاسوسی و تروریستی جمهوری اسلامی، خب بالاخره شبکه‌های اطلاعاتی، سرویس‌های اطلاعاتی غرب اینها رو رصد می‌کنن و تونستن اینها رو کشف بکنن. یه بخشش میتونه این باشه. مثل مواد مخدر، وقتی دست کشف مواد مخدر زیاد میشه، یه بخشش مالی میتونه باشه، بگیم قاچاقچیان مواد مخدر بیشتر فعالیت می‌کنن. یه بخش دیگه اش هم مالی ممکنه باشه که پلیس بیشتر داره فعالیت میکنه، یعنی سرویس های اطلاعاتی غربی از اونجا که جمهوری اسلامی رو خوب میشناسن، وضعیت ضعیفش رو خوب میدونن، حدس میزنن که ممکنه اینها این گونه فعالیت ها رو بکنن، میزان رصد کردن و به اصطلاح تمرکز روی فعالیت جمهوری اسلامی، شنود اونها رو بالا بردن. مثلا در مورد دستگیری اون دیپلماتی که در اروپا بود و به اصطلاح به خاطر بمبگذاری، طراحی بمبگذاری در گرد همایی سالانه مجاهدین دستگیر شد، این کاملا مشخصه که از ماها پیش سرویس‌های اروپایی با هماهنگی همدیگه این رو شنود میکردن و رصد میکردن. قبل از انجام عملیات دستگیر کردن اون دو نفر رو و بعد رفتن دیپلمات رو گرفتن، ولی کاملا مشخصه که از ماها قبل اینا رصد و حتی این دو نفری که در آمریکا گرفتن، یعنی آقای قربانی و محمدی دوستار فکر کنم، این آقا اینها رو از ماها پیش، لااقل از نوامبر سال گذشته اینها رو رصد میکردن. در دسامبر این در وقت که میرفته ایران، اون اسنادی که میبرده، عکسایی که میبرده رو دیدن. بنابراین کاملا مشخصه که سرویس های غربی اینها رو رصد میکنن، رصدشون هم افزایش دادن. به اعتقاد من یه دلیلش هم میتونه افزایش فعالیت جمهوری اسلامی باشه. این یه نکته. نکته دوم اینه که در مورد آمریکا همیشه این بحث بوده که خب سرویس های غربی همه میدونن، بارها کشف شده در زمان آقای اوباما، یکی از مهمترین شبکه های پولشویی مواد مخدر و پولشویی وابسته به حزب الله لبنان و کارتل های مواد مخدر در آمریکای لاتین کشف و متلاشی شد در همکاری با اروپا. اونا در زمان آقای اوباما بود دیگه، نمیتونیم بگیم حالا پرونده سازی بود. همیشه این سوال مطرح بوده که خب جمهوری اسلامی که به این میزان با شبکه های مواد مخدر ارتباطات داره، راحت مواد مخدر میرن داخل آمریکا، پولا رو میلیارد صحبت فکر کنم سر اون پرونده کاسان را صحبت بالای 1 میلیارد دلار بود،
این پولا رو میتونن پوشی بکنن، صادرات میکنن به آفریقا با این پولا و غیره. خب این شبکه نمیاد از این مسیرهایی که این کارتلای مواد مخدر دارن تروریست اعزام بکنه؟ آیا سلولهای خفته تروریستی ندارن؟ تمام سرویس‌های غربی میگن حتما داره، اما عملیات نمیکنه، چون بهای عملیاتش از نظر سیاسی بالاست، هزینه‌ای که ممکنه بده ممکنه بالا باشه، الان نمیاد این کارو بکنه. بنابراین در یک روز مبادا در شرایطی که بحرانی تر بشه حتما این کار خواهد کرد. یعنی پیامش برای ایرانیان و گروه‌های سیاسی ایرانی اینه که باید هوشدار بود، باید هوشیار بود، باید آدم نگاه بکنه ببینه، حواسش باشه این مسئله رو، گاردها رو نباید ببنده آدم، باید همیشه در مقابل جمهوری اسلامی گاردها بسته باشه، حد اکثر احتیاط رو باید کرد. یک. دوم، جمهوری اسلامی در مورد گروه های اپوزیسیون حساسه، این یه واقعیته. یعنی هر وقت بحران میشه در داخل هم که میبینید با این مشکلاته میان سر اپوزیسیون، یه بخشش همین جاسوسیه، یه بخشی طراحی عملیات تروریستی، یه بخش دیگهش که سر گندهتر قضیه است همینه که در جریان این به اصطلاح اکانت های یا حساب های کاربری فیسبوک و گوگل و توییتر مشخصه، لجنمال کردن گروه های اپوزیسیونه، به جان هم انداختن اونهاست. شما نگاه کنید حتی میزان دعواهایی که تو فیسبوک و توییتر و فضای مجازی بین گروه های مخالف میشه، نه خود اونها دعوا بکنن گروه ها، افرادی به نام اینا دعوا میکنن، ببینید چقدر افزایش پیدا کرده تو این 7-8 ماه، خیلی افزایش پیدا کرده. این دوتا. سوم، یه مسئله بسیار مهمی هم که هست، ما باید به این مسئله اشاعه اخبار دروغ، ببینید جمهوری اسلامی دوست داره کنترل اخبار، جریان اطلاع رسانی در کنترل خودش باشه. براش بهترین حالت همینه یه آدمی رو بفرسته خارج با دادن اخباری که ممکنه 50-50 40-60 درست باشه، این آرام آرام جا بندازه. یه دفعه نگاه میکنید طرف 1 میلیون در نمیدونم تلگرام، 2 میلیون در تلگرام پیرو داره، در یوتیوب 200,000 نفر فیلماشو میبینن، خیلی سریع به خاطر که اخباری که بهش میدن. این اینجور آدم ها هم میتونن اخبار دروغ رو سر بزنگاه بدن، و همین که وقتی که اینها معتبر میشن اعتبار از دیگه بخش ها ممکنه گرفته بشه. یه کسی برای اخبار جلوی دنبال گروه اپوزیسیون نمیره، وقتی این آقا دیگه با وزارت اطلاعات هم رابطه داره اخبار هم میدن. اخبار دروغ این یه بخشه، یعنی اینا همه به هم پیوسته داره، لابی جمهوری اسلامی نایاک اگه باشه، دلالش مثل رضا زهرا که در زندان باشه، جاسوسش که در زندان بگیرنش دستگیرش کنن در آمریکا، عملیات تروریستی باشه، حسابای کاربری دروغ توییتر و اینا باشه، و مهمتر از همه نفوذش در رسانه‌های مهمه. واقعش اینه که به خصوص کسانی که در کار رسانه‌ای هستن نباید به خاطر اخبار جنجالی که فکر میکنن به اصطلاح بیشتر بیننده پیدا میکنن، بیشتر اینها رو دنبال خواهند کرد، بیان اخبار دروغ رو بگن. چوبش رو همه خواهند خورد، فایدهش رو جمهوری اسلامی خواهد بود. فکر نکنید این اخباری که در میاد، نمیدونم پسر خامنه‌ای الان در لندنه، خامنه‌ای 48 میلیارد نمیدونم در لندن داره، 280 میلیارد در آفریقای جنوبی پول جمهوری اسلامی، این اخبار دروغ. 28 میلیارد پول آقازاده‌ها رو در اینجا گرفتن، تمام این اخبار دروغه، جنجالیه، همه هم خوششون میاد، ولی آرام آرام یه دفعه می‌بینید فضای رسانه‌ای ایران، کشور ما، میشه کارداشیانی، اخبار جنجالی، کسی نه تحلیل گوش میکنه نه اخبار درست که کمتر جنجالیه توجه میکنه، همش میاد دست جمهوری اسلامی و سر بزنگاه میتونه واقعا ضربه های سنگینی به همه بزنه. بنابراین همه اینها رو باید عرض کردم یک جا دید، دلال و جاسوس و پولشو و تروریست و حسابای کاربری دروغ و نفوذ در رسانه، همه یه مجموعه جمهوری اسلامیه. تشکر میکنم، ممنونم امیرانم. ولی خوشبختانه گوگل شمار زیادی از به اصطلاح ورودی یا مبادا ورودی به اینترنت رو که ارتش سایبری ایران ازش استفاده میکرد برای اشاعه خبرهای دروغ مسدود کرده. چند مبدا رو مسدود کرده آقای دایی؟ والا آمارش دقیق ندارم، صدها بوده. جالب اینه که
در هماهنگی با روسیه بوده، یعنی بخشی که ما روسیه رو بستن خیلی هماهنگ با هم کار میکنن. این یه بحث بسیار مهمه، امیدوارم هفته های آینده بتونیم حتما جدیتر با یه گزارشی در این مورد نگاه بکنم. خیلی بحث جدی، یعنی اشاعه اخبار دروغ، حساب های کاربری، کنترل فضای مجازی خیلی مهمه، خیلی مهمه. فرمودن که آقای رضا زراب در همون زندان منهتن در جایی که ال چاپو اونجاست، یعنی فرمانده دودمان گانگسترهای مکزیک آمریکای جنوبی با درآمدهای میلیاردی، صدها هزار عضو، و جانشینش انتخاب شد نمسیو سروانتس سمیانان ال منچو. ال منچو جانشین ال چاپو شد، الان در فهرست پلیس بینالملل شماره یک در دنیا، یعنی تمام دوائر پلیس در جهان به دنبال ال منچو هستن، جانشین ال چاپو در زندان منهتن. از بازار آگهی عبور میکنیم، یه منظر به شما اختصاص میدیم، میتونیم تماس بگیرید تا لحظات دیگر. فقط تمنا میکنم کوتاه مفید و مختصر وقتا منزل بعد با آقای دایی درباره گروه اقدام مالی، گروه اقدام برای ایران در وزارت خارجه صحبت میکنیم، ببینیم که این گروه وظیفه چیه، کارش چیه، چه هدفی داره، چه سیاست راهبردی داره، چه کارهایی میخواد در رابطه با ایران انجام بده. آقای دایی یک توضیح هم میخواستم بدید راجع به فعالیت های آقای تریتا پارسی، میخواهم ببینم که الان چه فعالیت هایی داره. از کنم که فعالیتش، خب این تلویزیون های سی این این و اینا چند بار آوردنش، ام اس ام بی سی، سی این این، اینا میاد صحبت میکنه، همون مواضع سابق. الان دیگه تو نایا که بود بالاخره 10% 15% برای ظاهرسازی دفاع از نمیدونم که ایرانی ها که چرا تبعیض میشن، نمیدونم چرا ویزا نمیدن، اینا هم دیگه تقریبا کنار گذاشته. تو توییترش فقط شده حمله به اسرائیل و حمله به عربستان و نمیدونم حمله به آقای ترامپ و این صحبت هست، یعنی همونه بدتر شد. پس ضد اسرائیلیه نیست؟ ضد اسرائیلی که اینا حالا چقدرش اعتقاد داره، خب یه سری از گروه چپ که واقعا اعتقاد دارن. آخه واقعش اینه که بحث اسرائیل تو کشور ما و برای ما ایرانی ها یه بحث ویژه است. خب برای چپ ها در دنیا به طور کلی، از اونجایی که اسرائیل به اصطلاح متحد اصلی آمریکا در خاورمیانه است، به این چشم نگاه میکنن که اسرائیل خطوط مثلا امپریالیسم رو پیش میبره یا سمبل سیاست خارجی تجاوزکارانه اروپا آمریکا در خاورمیانه. این از این نگاه خب اسرائیل رو مظهر شر میدونن، حالا یهود ستیزی توش نیست ولی اسرائیل رو باش مخالفن، بدترین دیگه نوع تجاوز رو میدونن. این برای چپ ها به طور کلی، تو چپ های ایران هم بوده. البته یادمون نره که قبل از 1967 و قبل از دهه 60 میلادی و جنگ سرد که جدی شد، متحد اصلی اسرائیل اتحاد جماهیر شوروی بود. تا اون موقع حرفا نبود، خیلی از چپ ها طرفدار اسرائیل بودن، اونجا رو نوع سوسیالیست میدونستن، کیبوتسا و غیره. همین در کشور خودمون هم خیلی ها رفتن، آقای جلال آل احمد و آقای خلیل ملکی اینها رفتن اسرائیل، برگشتن در اروپا، آندرژید اینا همه رفتن و شیفته اسرائیل بودن. بعد از جنگ سرد تغییر کرد، اسرائیل متحد جدیتر آمریکا شد، شوروی شروع کرد حمله علیه اسرائیل، حمله تبلیغاتی، چپ ها اینجوری شد. این یک. تو ایران خب یهود ستیزی مذهبی هم بوده همیشه، خب بالاخره یهودیان مظهر کسانی هستن که به پیامبر خیانت کردن، نمیدونم دیگه همه اون داستانه که هم میدونیم دیگه، خیبر و تمام اینا مال اونه، بالاخره مظهر بدی و خیانت هستن یهودی ها، این مذهبیشه. بعدم که اسرائیل تشکیل شد، اسرائیل شد سمبل تجاوز به قلب امت مسلمانی، حرفی که هی خامنه ای میزنه یک قده سرطانی در بدن اسلامی، از این درمیان یعنی دیگه اصلا متجاوز هم شده. یه نوع یهود ستیزی دیگه هم اضافه بکنید بهش که تو ایران هم اومده متاسفانه، اینه که یهودیان به طور کلی اینها دنیا رو میگردونن دستشونه، یعنی تمام شر دنیا زیر سر ایناست. حالا شما تمام اینها رو، یعنی اون ضد اسرائیلی بودن چپگرایانه، یهود ستیزی مذهبی قدیمی که در ایران بوده، یهود ستیزی اروپا و این قده سرطانی، اینا رو همه رو اضافه کنیم چه معجوری میشه.
آقای تیتا پارسینا رو این سوار شدن. جمهوری اسلامی لابیش در خارج کشور بخش زیادش رو این سوار شده. با این پوز ضد اسرائیلی و این جنگ سری با اسرائیل هم میاد چپا رو جذب میکنه، هم بنیادگران اسلامی در خاورمیانه رو جذب میکنه از طریق حزب الله، چون اونا بالاخره هم یهود ستیزن هم ضد اسرائیلن، هم ضد اون قده سرطانی هن. یعنی با یه تیر هفتش نشون میزنه. در قلب لابی جمهوری اسلامی در خارج کشور همیشه معرفی اسرائیل به عنوان شر، به عنوان دشمن، به عنوان کشوری که مانع دوستی ایران و آمریکا و مانع اینه که ایران جایگاه واقعی خودش رو پیدا کنه. هیچ تقصیر ایران نیست، تقصیر جمهوری اسلامی معذرت میخوام نیست، هرچه هست شیطان سازی توسط اسرائیله. شیطان سازی میکنه که نذاره جمهوری اسلامی یا ایران با آمریکا دوست بشه. اینا تمام حرفایی که تو کتاب تیتا پارسی تو بخش عمدهش هست، یعنی این تمام کارزار تبلیغی اینا، معرفی اسرائیل به عنوان شر و دشمن برای از در بردن جمهوری اسلامی از صندلی اتهام، همه اینها در قلب کارزار تبلیغی نایک بوده و هست. طالبه تشکر میکنم از توضیحات شما. همین از این دسته برنامه در اختیار شماست، فقط حدود 10-12 دقیقه با شما خواهیم بود. بعد با آقای دایی موضوع مهمی رو مطرح کنیم، گروه اقدام برای ایران که در زیر مجموعه وزارت خارجه آمریکاست به رهبری آقای مک پومپئو رئیس دیپلماسی این مملکت. این شماره استودیوست، میتونید با ما تماس بگیرید. فقط تمنا میکنم کوتاه و مفید و مختصر. میرم رو خط شماره 2. درود بر شما، میفرمایید. هنوز نگفتیم اومدن بفرمایید. درود بر شما. سلام آقای میبودی. سلام بر شما. درود بر. الان داشتم تلویزیون چیز نگاه میکردم. بله. شما گفتید که راجع به این پولایی که فریز شده و کسایی که اونجا در ایران ملکی دارن، زندگی دارن، شما میتونید این پول بگیرید از امریکا. بله بله. پس پولای فریز شده. سوالم از اینه که آیا کسایی که اینا از امریکا کمک مالی گرفتن، کمک مالی هم نه، الان مدیکر و مدیکر دارن، من سال اینجا هستن، چه سال اینجا هستن و منم خودم کار کردم اینجا و تکس دادم و امریکی دادم، آیا این پول بگیرن بابت اون کمکی که الان مدیکر و مدیکر به من میکنه، آیا این پول برداشته میشه؟ چکوش کنی خواهش کنم. اولا اشاره شون هست به یک لابی فرم در واشنگتن دی سی، سمجه سایتی رو باز کرده، داره تلاش میکنه بتونه لایحه ای رو در مجلس به تصویب برسونه در مورد ایرانیان مالباخته، ایرانیان که اموال و املاک و کارخونه و کارگاه و ایناشون مصادره شده. اسمش هست ایرانیان امریکن پالیسی فروم دات اورگ. اونجا میرید خودتون رو معرفی میکنید. اینی که منم اطلاعاتم در همین حد دیگه، میتونید تشریف برید اونجا خودتون معرفی بکنید، اطلاعات لازم رو بگیرید، چون تو لایه تصیب نشه هیچ کاری نمید. اول بشه قانون باید بشه، با قطعنامه اینا کاری پیش نمیره، باید بشه قانون، لایه قانونی بره تصیب بشه، تنفیذ بشه، اجرا بشه. بریم رو خط دیگری. درود بر شما، بفرمایید. 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 من میبودیم. بفرمایید. خواهش میکنم جناب آقای میبود با عرض ادب و احترام خدمتتون، خسته نباشید. همچنین جناب آقای جایی، اولا یه تبریک بگم به دیدک این شبکه آقای شرکتی بابت ازدواج دخترش، ما از طرف ملت ایران و ایرانیان تبریک میگم. بعد موردهایی که خواستم خدمتتون عرض بکنم، چند روز پیش خیلی حرف جالبی زدید جناب آقای میبودی که حکومت دست گذاشته رو خط قرمز ما. خب حالا آیا جناب آقای میبودی استاد من، آیا متقابلا نباید مقابله بنسب بکنیم؟ این یک سوال. خب خط قرمز اونم همون در حال جناب علی استاد ما هستی، میدونید همه خط ندیدنش هست. و چیزی دیگه که از من چند وقت پیش با برنامه شما تماس گرفتم و از آقای دایی سوال کردم که سپاه دقیقا داره کارایی میکنه به عمد که ملت ها به قول معروف تحریم بشن. جناب آقای دایی فرمودن نه، یکی دو ماه از این قضیه گذشت و بعدا خودشون تیپی از این برنامه هاشون دیدم که همین حرف ها تایید کردن. حالا با توجه به این صحبت ها، آیا واقعا
باید قبول بکنیم که این حکومت اومده تا این نسل ایرانی ها منقرض بکنه. متشکرم که وقت به من دادید جناب آقای نیبودی. تشکر میکنم. ممنون. آیدا جی بفرمایید. من متوجه نشدم کی اومده نسل ایرانی رو منقرض کنه آقای نیبودی. این حکومت موجود در ایران از تمام خطوط قرمز عبور کرد و قصدش انقراض اصلا نسلی که در ایران زندگی میکنن میخواد ایران از بین ببره، خلاصه تکه پاره کنه. نظر ایشون اینه. حکومت اصلا که حکومت میخواد سرکار باشه، مردم رو غارت بکنه. حالا در این وسط ایران هم نابود میشه، اون دیگه ثانویه است. اینا به قصد نابود کردن ایران نیومدن، اینا به قصد پر کردن جیبشون ادامه حکومت اومدن. خب در این مسیر چون این حرفشون، در این مسیر ایران هم دارن نابود میکنن. کافی این 40 سال رو نگاه بکنیم، یه منحنی بکشیم. محیط زیست، اقتصاد، فرهنگ، وضعیت اجتماعی، هر چی، تولید، کشاورزی، نمیدونم صنعت، همش رو به سقوطه، رو به کاهش، رو به سقوطه. خب اگه خدای نکرده 20 سال دیگه اینا سرکار باشن، دیگه فکر نمیکنم چیزی بمونه. این عیسی کلانتری وزیر سابق کشاورزیشون گفته بود چند دو سه سال پیش، گفته بودش که همجوری ادامه پیدا کنه در فلات ایران، یعنی اینجا که ما هستیم، یه مارمولک هم دیگه نمیتونه زندگی بکنه به خاطر که محیط زیست نابود میشه. خب این دیگه مال مارمولک دیگه ایرانی که جای خود داره. آجایی 4-5 تا از دانشجویان دانشگاه در ایران، نمیگم کدام دانشگاه، اینا رفتن به شمال، از ساری شروع کردن، چالوس و نوشهر و کلاردشت و روستاهایی که در این روستایی‌ها در مناطق جنگلی یا کوهستانی یا خونه‌ها رو و یا مناطقی که رو به دریاست، ویلا هست، کاخ هست، کوشک هست، نمیدونم، این همه هزینه کردن این آقازاده‌ها و عوامل وابسته به حکومت. به تمام این روستاها رفته بودن، تک تک اسم تمام روستاها برای من فرستاده بودن، ببینن که سرنوشت این کاخ‌ها و کوشک‌ها چی شده. خلاصه اهالی محل همه گفتن که ماه‌هاست کسی دیگه به این کاخا سر نمیکشه، یعنی جرأت نمیکنن بیان. نشون میده حکومت ها به یک جای میرسن، قدرت ها به یک جای میرسن که دیگه پول هم کمکشون نمیکنه، پول هم به اونها کمکی نمیکنه، ثروت هم دیگه به اونها کمک نمیکنه. حاضرن تمام زندگیشون رو بدن یک روز آرامتر زندگی کنن، تمام هست و نیستشون رو بدن. بریم رو خط شماره 2. درود بر شما. بفرمایید. درود بر شما و جناب آقای دایی. بفرمایید قربان. بحثتون عرض کنم، من یه فیلم قدیمی میدیدم وقتی اسکندر داشت به ایران حمله میکرد، سپاه ایران ده ها مرتبه قوی تر، سازمان یافته تر بود. رئیس سپاه اونها گفت رهبرشون رو بزنید. به محض اینکه رهبر رو دیر خورد، سپاه به هم ریخت. 40 سال مبارزه مردم ایران بدون رهبری سرکوب میشه. آیا رخش رهبری یک پارازیت خیلی مهم نیست؟ آیا کسی نمیخواد به هر حال این مهم رو به دست بگیره؟ ما ایرانی هستیم و ایرانی ها وابسته به رهبری هستن. تشکر میکنم. آیا ای بفرم عرض کنم که بحث پیچیده ای هموطن عزیز، واقعش اینه که کاملا درست میفرمایید. تحولات ایران یه کمبودی که بوده که جمهوری اسلامی هم نقش مهمی درش داره و اون اینه که از شکل‌گیری به اصطلاح آلترناتیو در مقابل خودش جلوگیری کنه، چون بالاخره شرایط عینی و ذهنی و همه چی در ایران برای اینکه تحول جدی بشه هست. مردم از حکومت قطع امید کردن، اقتصاد ورشکسته است، کشور خارجی مسئله دارن با جمهوری اسلامی، همه اینا هست. ولی در این قسمتش تلاش زیادی کرده، یه بخش رو اشاره کردیم همین اول صحبتامون، و واقعش اینه که از کشتن و ترور بگیری تا لجمال کردن، همه کارا رو کرده جمهوری اسلامی و میکنه. بیشترین مخارج هم این قسمت خرج میکنه. این یه بخش قضیه است. حالا چطور میشه راه حل پیدا کرد؟ اینه که واقعا من فکر کنم گام اولش اینه که کسانی که به خصوص در خارج کشورن و در رابطه با کسانی که در داخل کشور فعالیت میکنن، اونایی که ضد جمهوری اسلامی کار میکنن به هر میزانی، از درگیری درونی پرهیز بکنن. حالا ائتلاف و پیدا شدن یه رهبری فراگیری که همه جذابیت داشته باشه، این به کنار، از این دعواها جلوگیری بکنن. یک. دوم، ما یه چیزی در تصور خودمون هست و اونم انقلاب 57ه.
میگیم خب خمینی اومد و مورد استقبال همه بود و میلیون ها نفر عکسش بردن. اولا اینم که یک شبه اتفاقی نیفتاد که، مردم تو خیابان ها بودن، بعد خمینی آرام آرام اینجوری اومد وسط. اینجوری که نبود که، از ماه ها قبلش دانشگاه ها شلوغ بود، آرام آرام به بیرون کشید. و مهمتر از همه بالاخره در اون موقع، اولا که اون حکومت نباید با الان مقایسه کرد، اصلا قابل مقایسه نیست. این حکومت یه شبکه وسیع سرکوب و ترور و کشتار داره که اصلا قابل مقایسه نیست. ولی مهمترینش اینه که بالاخره آخوندا ما اینو توجه نمی کنیم. بالاخره نزدیک 40-50 هزار مسجد بود، یه تشکیلات آماده داشتن اینا. وقتی که اینا رهبری جریان در داخل گرفتن، خمینی شد خمینی و در کمبود بقیه، در نبود بقیه دیگه هیچ چیز دیگری وجود نداشت که. برای چی تو مصر اخوان المسلمین وقتی مردم اومدن تو خیابون زد و برد؟ در ایران ما دست کم میگیریم تشکیلات آخوندی که وجود داشت. هر مسجدی تو هر دهی تو هر شهرستانی میتونست مولیه. بنابراین این مسئله رهبری فقط شخصیت نیست، شخصیت باید بتونه فراگیر باشه، بتونه تشکیلات پیدا بکنه، بتونه در ایران، به خصوص ما در ایران گرایشات مختلفی داریم، اینو بپذیریم. خدا آقای مهبودی اینو گفتن بارها، اینجوری فکر نکنه فقط یک طور فکر میکنن، باید کسانی باشن که این رو بپذیرن که گلهای مختلفی هست، سلیقه های مختلفی هست، باید همه اینا در کنار هم باشن تا آرام آرام بتونیم این پریود یکی دو سال آینده رو رهبری پیدا بشه، آلترناتیو جدی بشه، جدی‌تر بشه، تا بتونه به مردم ایران کمک بکنه. و من فکر کنم گام اولش واقعش اعتقاد دارم از درگیری‌های داخل گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی پرهیز کنیم. این وظیفه همه است. تشکر می‌کنم. درود بر شما. بفرمایید. بفرمایید. میرم رو خط دیگری. درود بر شما. بفرمایید. عرض سلام علیکم. سلام علیکم. عرض احترام خدمت جناب آقای جایی. بعد از کیفرخواست بلندبالایی که آقای مهبودی از سران متمدن اروپا فرمودن، ما چند تا پوش سیاسی هم یاد گرفتیم، یکی سوسیالیست بودن، یکی راست افراطی بودن، چون قدیم امپریالیست و جهانخوار پوش بود، الان مثل این وری شد. ببینید دو تا سوال آقای جایی. یکی این که اگر این دانشجوهای عزیزی که آقای مهبودی میگن فهرست ویلاها رو تهیه میکردن ایران بگیرشون، 75 سال زندان براشون رو به جرم جاسوسی وعد کنه، به نظر که ما منطقیه. دوم جناب علی، درست دکترای تیری تشناسی داری، میشه چند تا لابی خوبی هم که داره به نفع مردم ایران کار میکنه که امریکا نام ببرین، اینا آبش خورشون کجاست، چه کشورهای ساپورتشون میکنن، در چه جهتی کار میکنن؟ ما که همش مدار رو نباید بشنویم، خوباش هم شما بگید. آجایی بفرم. از کنم از آخری شروع کنم، ما اولیه خوب متوجه نشدم راجبه دانشجو. از کنم خب این کمبود بوده، ما بارها صحبت کردیم. متاسفانه جمهوری اسلامی از اونجایی که پشتش به دریای نفت و گاز بوده، تا خارج تا تونسته خرج کرده دیگه، تو خرج کرده، دلالان سیاسی و غیره رو هر جور تونسته، یه لشکر درست کرده در آمریکا و اروپا دیگه. بالاخره به خصوص از سال 97 که خاتمی شد رئیس جمهور، اصلا اوج گرفت. کمپانی خارجی هم که می‌خواستن برن ایران، اونام دست تو جیبشون کردن، از این لابی‌ها حمایت کردن. در مقابلش لابی که از مردم ایران حمایت کنه خیلی ضعیفن، اصلا خیلی الان بهتر شده، تو کنگره هستن، صدای مخالفین رو میشنون، نماینده کنگره راحت‌تر میشه باشون تماس گرفت، داره شک میگیره. ولی اونجوری در اون مقیاسی که اینجوری باشه و کمپانی‌ها بیان و جلسه بذارن و نمی‌دونم کمک بکنن و دست تو جیبشون بکنن میلیون‌ها، آقا شما تصورش بکنید، من هر چی دارم فکر میکنم برای من دشوار و سخته که یه آدمی مثل حسین موسوی، آقا شما ببینید، شما الان عمه سال خورده یه نفرم بخواد ویزا بگیره، تو اون فرم ویزای آمریکاش می‌نویسید که اگه شما 30 سال پیش عضویت یا رابطه با یه گروه مثلا تروریستی یا مارکسیست داشتی بنویس، اگه بنویسی بله که بهت ویزا نمیدن که. این موسویان سفیر جمهوری اسلامی بوده، متهم به تروریست هست، هزار تا کسافتکاری تو پرونده شه، اومده تو آمریکا از سال 2009 تا الان، داره با پول مالیات یعنی داره رسمن از دانشگاه پرینستون و چند تا نهاد دیگه پول میگیره اینجا. تو وبسایت خودش هم نوشته که من، تو وبسایت خودش گنده نوشته از خود جواد ظریف،
که حسین به انگلیسی هم نوشته کسی یادش نره که حسین موسویان با ما در ارتباط داره برای ما کار میکنه. خیلی با افتخارم میگه. من میخوام ببینم اینه توی همچی فضایی آقای باریکبین وقت گذاشتن، زحمت کشیدن، تلفن زدن، خب نمیبینن که آقا مماشات چقدر تو اروپا و آمریکا ریشه دوونده که تمام این دلالان با خیال راحت اومدن. عرض کردم یه بار خدمتتون، من در بوستون و یه در یه پریود خاص، من یادم 2008 و 2009 سه تا معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی تو هاروارد و ام‌آی‌تی داشتن کار میکردن، آقای عطایی، عباس ملکی و محلاتی. شما تصورش بکنید معاون وزیر خارجه وقتی آدم سالخورده میخواست ویزا بگیره میگفتن شما چی کاره بوده قبلا. ببینید اینه مماشات، یعنی تو فضای مماشات. یه بار دیدم تیتو پارسی نوشته تو توییترش خطاب به من که شما خیلی زور زدید که ما رو در دادگاه نمیدونم فلان رو بیسار کنید، دیدی که ما داریم به کارم ادامه میدیم. زمان آخرای آقای اوباما بود. من نوشتم که آقا اینو به خودت نگیر، فکر نکن تو کسی هستی که این پولی که تو روی تو خرج کردن برای شما ها حمایت کردن تو آمریکا، ازتون حمایت مالی سیاسی کردن، اگر رو اسم مرده گذاشته بودن مسابقه قهرمانی کنتاکی رو میبرد که مهمترین مسابقه آمریکاست، اسم مرده هم بود میبرد. این همه خرج اینا کردن در برای شما باشن. آقای باریکبین نگران اینه که مثلا به کدوم لابی که چی ما گریبان اونو بگیریم که مثلا لابی دیگر، ای کاش لابی های مخالف جمهوری اسلامی هزار برابر بشن و ای کاش دکان لابی های طرفدار جمهوری اسلامی برای همیشه تخته بشه. تشکر میکنم. خب از بازار عبور میکنیم، برمیگردیم با آقای دایی عزیز هستیم. هم یعنی آقای دایی، میخواستم از تو خواهش کنم که در اینجا راجع به گروه اقدام ایران توضیح بدید که این گروه کارش چیه، وظیفه‌اش چیه، چه سیاست‌هایی داره در وزارت خارجه ایالات متحده. خواهش می‌کنم هموطنان دیگه زنگ نزنید، 8 دقیقه وقت داریم، اینم در اختیار آقای دایی است، خوب گوش کنید. آقای دایی بفرمایید. عرضم که انتخاب نماینده ویژه یا مسئول ویژه در وزارت خارجه برای یه مسئله‌ای سابقه داره. هر موقع که یه مسئله‌ای در سیاست خارجی از اهمیت زیادی برخوردار، مثلا اگه یک رئیس جمهوری مسئله صلح بین مثلا فلسطین و اسرائیل رو اهمیت قائل باشه، یک نماینده ویژه تعیین میکنه که سابقه داشته. در مورد ایران هم آقای اوباما در اون اوایل که اومد یه مسئول ویژه انتخاب کرد، بنابراین سابقه داره، این نشان از اهمیت میده. این مسئول ویژه و تیم زیر دستش، تیمی که برای این کار فراهم میکنن، یکی از اهدافش اینه که تمام فعالیت هایی که در رابطه با اون موضوع است در اینجا مسئله ایران رو بتونن هماهنگ بکنن، چه در داخل خود وزارت خارجه آمریکا و چه در رابطه با دیگر بخش های دولت مثل وزارت دفاع، مثل خزانه داری، شورای امنیت ملی و غیره. حالا آقای برایان هوک، ایشون که شده مسئول همین گروه اقدام ایران، به همین قصده که سیاست های دولت آقای ترامپ در رابطه با جمهوری اسلامی رو هماهنگ بکنن، هماهنگ چه در داخل وزارت خارجه و چه در رابطه با وزارت خارجه با دیگر نهادها. درست این ناهماهنگی وجود داشته، الان تلاش میکنن هماهنگ بشه. دوم اینه که بالاخره مهمترین مسئله سیاست خارجه آمریکا، یکیش از مهمترینش و برخی میگن مهمترین، ایرانه. قلب سیاست دولت آقای ترامپ در رابطه با جمهوری اسلامی الان رو تحریم هاست، دنبال درگیری نظامی و اینا که نیستن، دنبال اینن که تحریما با جدیت هرچی بیشتری به اجرا در بیاد. این مسئله کمی نیست. در این مسئله باید تمام نهادهای دولت آمریکا همکاری بکنن، تمام سفارتخانه‌ها دخالت داشته باشن. یک، بنابراین هماهنگی لازمه، کاری که قرار آقای برایان هوک بکنه در این گروه اقدام ایران، هماهنگی در همه نهادها. دوم، هماهنگی با کشورهای متحد آمریکاست و مهمتر از همه آخرش اینها میکشه به فعل و انفعالات دیپلماتیک در سطح بالا. بالاخره شما وقتی میخواید از ترکیه یا نمیدونم چین بخواید که نفت نخره، باید یه امتیازاتی بدید، باید وارد یه بدوستانی بشید. این میره در بالاترین بخش دولت آمریکا. در اینجاست که اگر هماهنگی باشه بین همه نهادها، بتونه وزارت خارجه این رو خوب جلوتر بره، میتونه دولت آمریکا در این بدوستان‌ها راحت‌تر عمل بکنه، یعنی میتونه ابزار کار خوبی داشته باشه. و مهمتر از همه که ببینید مسئله تحریم‌ها بسیار جدیه،
اون رو این هفته هم گفتم خدمتتون. ما فکر می‌کنیم تحریما، یعنی اینکه ببینید تحریما یکیش اینه که دولت آمریکا میاد میگه که آقا نرید با ایران، من مجازاتتون می‌کنم. خب از همه الان کمپانی‌های اروپایی همه دارن خارج میشن، تردید هم نباید کرد که نفت خرید نفت در جمهوری اسلامی لااقل از طرف اروپا، کره و ژاپن انجام خواهد شد. ولی یه بخشش هم سیاسی میشه در رابطه با مثلا با هند و چین و ترکیه و اینجاها، اینها رو خب باید در بالاترین سطح حل و فصل بکنن. ولی بخشش میشه به نقض اینها. این خیلی پیچیده است، باید تمام بخشهای دولت باشن اینو جدی عمل بکنن و جلو برن. اینجاست که کار آقای بران هوک در این گروه میتونه بسیار جدی باشه، خزانه داری در کنارش باشه، وزارت دفاع باشه، سازمان سیا باشه، نقض تحریما، سیستم‌های پولشویی جمهوری اسلامی، دور زدن تحریما، همه اینها رو کشف بکنن، باهاش مقابله بکنن. جالب اینه که هفته آینده قراره در واشنگتن در یه جلسه توضیحی که هست آقای بران هوک خواهم بود در کنار خانم نیکیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل، در کنار نماینده دادستانی از نیویورک و یکی از مسئولین FBI که در پرونده رضا زراب بودن، یعنی پرونده پولشویی بودن. میبینید که نوک تیز مسئله سر تحریماست، سر جلوگیری از نقض تحریماست و مبارزه با این شبکه ها. شما اشاره فرمودید اول برنامه در مورد این الچاپو، رئیس یکی از این کارتل های مواد مخدر که در نیویورک الان زندانیه که جانشینش تعیین کردن. خب در مورد جمهوری اسلامی هم همینه. شما وقتی یه نفر که متهم به پولشویی میگیرید 10 تا دیگر میذاره جاش. اینا رو باید شناسایی بکنن. کار طاقت فرسایی مثلا سر همون گرجستان که من فکر کنم گفتم خدمتتون، خب 3 نفر بودن که سر در گرجستان اینا مثل رضا زراب بودن ولی برای مردم ایران زیاد شناخته شده نیستن. اینا بیش از 1 میلیارد برای جمهوری اسلامی رو از پولایی که جمهوری اسلامی در کره داشت رو پولشویی کردن. شرکت هواپیمایی داشتن، نمیدونم بانک داشتن اینها. خب اینا رو تحریم کردن 2013-2014 آمریکا تحریم کرد. ولی بعد از اون من گزارشات که بعد از اون دیدم که خود خزانه داری هم دنبال میکرد تو منطقه آزاد تجاری خود گرجستان در تفلیس که کلی کمپانی های خارجی هم، بخش زیادش کمپانی های ایرانی هم، خیلی هاشون هم در همین امر فعالن در این که بتونن تحریم ها رو دور بزنن. یعنی ببینید وقتی یکی رو میزنید 10 تا دیگه اینا درست میکنن، بعد با اینا مقابله کرد. بنابراین یک کار طاقت فرساست که وزارت خارجه باید به پیش ببره و در پایان اینه که ما وارد یه دوره جدید شدیم. ما اینی که داریم میبینیم در رابطه با جمهوری اسلامی اول کاره. حتما ماهای آینده تشدید خواهد شد تحریما، مسائل سیاسی جدیدتری مطرح خواهد شد. باید وزارت خارجه تدارک ببینه، یعنی باید ابزار کار لازم و هماهنگی اینا داشته باشه که ما وارد یه پریود بسیار جدیدتری خواهیم شد در رابطه با جمهوری اسلامی آمریکا و متحدین آمریکا. اینو باید بتونن جلو ببرن. و یکیش هم افکار عمومیه. بالاخره جمهوری اسلامی سعی میکنه افکار عمومی در کنار خودش بگیره که آخ ما تحریم شدیم و دارو نیست و مردم دارن زجر میکشن و اینها. باید وزارت خارجه یک کارزار توضیحی برای مردم ایران توضیح بده که آقا این چرا مردم ایران باید چوب تحریم‌ها رو بخورن، برای اینکه آمریکا مثلا در کنار مردم ایران. خب اگه شما در کنار مردم ایرانی به غیر تحریم کدام اقدامات دیگری میکنید؟ بنابراین یک کار بسیار جدی که باید به پیش ببرن. یکی دوتا هم نید، یه لیست اگه من بخوام تهیه کنم، اگه من رو بدارن مسئول درجه 1000 همون وزارت خارجه بگن آقا چه کارهایی باید کرد، من خودم میتونم روی صفحه کاغذ 50 تا مطلب بنویسم کارهایی که میشه کرد. خب بنابراین شما حتما بذارید که اونایی که خودشون دستشون در اجراس میبینن چه کار طاقت فرسایی باید انتخاب میکردن، یه هیئت درست میکردن، گروه اقدام ایران باید یک نماینده ویژه انتخاب میکردن در رأس این و کارش هم هماهنگی باشه، پیش بردن این همه موانعی که به طور جدیه. تشکر میکنم سپاسگزارم از توضیحات شما، تشکر میکنم. تا دیداری دیگر آقای دایی عزیز و سپاس از همیانان ارجمندم که ما را همراهی کردن. امیر شورتی عزیزم ممنونم.